سلام بچه ها، میتونم ازتون خواهش کنم چند لحظه بشینین و به داستانی که براتون تعریف میکنم گوش بدین؟ پنتیکاست. مردم از همه جا اومده بودن، حتی از کشورهای دیگه. اونا توی اورشلیم جمع شده بودن تا پنتیکاست رو جشن بگیرن. هزاران هزار نفر توی خیابونا بودن. اون روز شاگردان عیسی با هم توی یه خونه جمع شده بودن تا دعا کنن. یه دفعه صدایی شبیه باد شنیدن. مردمی که بیرون از خونه بودن هم متوجه اون صدا شده بودن. چه چیزی میتونست باشه؟ یه چیز دیگه هم اتفاق افتاد بچه ها. توی سرای شاگردان انگار آتش بود. این معجزه چی میتونست باشه؟ این معجزه هدیه‌ای بود از طرف عیسی. اون روح القدس رو به شاگردانش بخشید. اون دوستان خودش رو فراموش نکرده بود. عیسی به وسیله روح القدس همیشه با پیروانش خواهد بود. اون آرامش بخش، یاریگر و همراهه. از طریق اون فرزندان خدا همیشه در بهشت با عیسی خواهند بود. جلوی خونه مردم با تعجب ایستاده بودن و با هم حرف می زدن. این چیه؟ این چه معنی میده؟ چی شده؟ اون چیه اونجا؟ اینا چی دارن به هم میگن؟ شاگردان با خوشحالی از عیسی براشون گفتن. تصور کنین، حتی مردمی که از کشورهای دیگه اومده بودنم میتونستن زبان و حرفای اونا رو متوجه بشن. هر کدوم حرفای شاگردان عیسی رو به زبان خودشون میشنیدن. اونا به زبانهایی صحبت میکردن که هیچ وقت یاد نگرفته بودن. عیسی این کار انجام داده بود، اما بعضی ها مسخره میکردن. همه شما مست هستید آن هم در این موقع روز؟ اون وقت پتروس گفت: نه، ما مست نیستیم. خداوند به قول خودش عمل کرد و اون روح القدس رو برای ما فرستاد. اون با علاقه زیاد چیزای بیشتری درباره عیسی تعریف کرد، که چطور مرد و چطور از بین مردگان برخاست و اینکه الان در بهشت زندگی میکنه. اون پتروسه؟ همونی که چند وقت پیش میگفت عیسی رو نمیشناسه؟ بله خودشه. اون دیگه اصلا ترسو نیست، کاملا عوض شده. خیلی عجیبه. خداوند از طریق روح القدس پتروس تبدیل به یه شاهد شجاع کرد و هر اون چی که پتروس گفت با قلب‌های مردم صحبت کرد. ما چی کار کنیم نجات پیدا کنیم؟ ما اشتباهات زیادی انجام دادیم. 3000 انسان این کارو کردن. اونا در دعاهای خودشون عیسی رو صدا زدن و نجات پیدا کردن. بعد از این جشن پنتیکاست شاگردان شادی تازه‌ای پیدا کرد. هر چه جان دارد خداوند را بستاید. هللویا.